زلزله شده از آواره شده از مردم هراتم بی خانه شده از چونین غم بمویون خودو یو از من صبری جمیله تو بری باز ماندگان چونین غم بمویون خودو یو از من صبری. سلام و وقت بخیر بیننده عزیز، خدا کنه که خوب صحتمند و سر حال باشین. در اول یک تسلیت میگیم به هموطنان ما که جان عزیز خودانا، جان شیرین خودانا در زلزله اخیر هرات از دست دادن و به فامیلشان صبر جمیل میخواهیم. و ما هم امروز آمدیم خواستیم گزارش خودان در باره زلزله هرات بگیریم و میبینیم که بسیاری از هموطنان ما کمک میکنن، با وجود از اینکه هم اقتصاد خوب ندارن اما یک احساس دارن، کمک میکنن به هموطنان خود و برادران خود که در هرات بسر میبرن، در این هوای سرد در دشت ها شب ها را سپری میکنن. همینجا هم یک بنیاد خیریه است که کمک جمع آوری میکنه به زلزله زدگان هرات. از اینا هم معلومات میگیریم. احسان صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام، جوری است؟ صحتم خیره؟ سلامت باشین، بخیر باشین. اگر اول خودتان و بنیادتان یک معرفی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. پلمړی که خو ټول ته نیک هیلی او سلامونه. په دوهم قدم کې د هرات غیور او غیرتی ولسته د دې غمیزي په پار باندې تسلیت وایو. خدای جل جلاله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي او زخمیانو ته دې خدای جل جلاله کامل صحت ورکړي، کورنیو ته یې تسلیت وایو. په درېیم قدم کې د یادونې وړ دی چې په کابل کې د افغان رضاکارانو، خصوصا د کابل میشتو رضاکارانو، هغه رضاکاران چې په کابل کې دي، دې کې اکثریت له ولایاتو څخه هم ملګري راغلي دي. دوی د تعاون خیریه بنسټ په همکاري باندې په کابل کې د کابل د کارتینو د سرکسي سیمه کې او په ارزان قیمت کې هم داشتن په پلچرخي سیمه کې د هرات د زلزله ځپلو وګړو لپاره، د هغوی د درد لپاره، د هغوی سره د همکاري په اساس باندې خیمې لګولې دي، چې دغه خیمې نن دوهم درېیمه ورځ دی. البته نو دا د دې په خاطر باندې چې د هرات سره، د هرات د ولسونو د همکاري په خاطر باندې همدلته دغه افغان رضاکاران وروڼه د تعاون خیریه بنسټ په همکاري باندې ناست یو، او دلته له ولسونو نه د هرات ولس ته د کومک او همکاري په اساس باندې غوښتنه کوي. احسان صاحب، ای پول و ای اشیایی را که کمک میکنن چقدر وقت بعد به هرات میرسه اینا و به اونا کمک میشه؟ موږ خو تقریبا د دې اراده کړې وه چې د جمعې تر ورځې پورې به دغه خیمې جریان لري او مرسته به کوو، خو متاسفانه باید په ډېرې خواشینۍ سره چې نن سهار مو خبر ترلاسه کړی چې د هرات په ولایت کې نن سهار بیا یو شدیده زلزله سوې ده او ځینې تلفات له ځان سره لري. خو مرستې ته په کتلو سره که چېرته دغه تلفات نور هم زیات سي او جریان پیدا کړي، موږ بیا هم هڅه کوو چې د کابل ولایت په نورو سیمو کې هم د تعاون خیریه بنسټ په همکاري او د افغان رضاکاران په مرسته باندې نورې خیمې هم ولټوو او له ولسونو نه وغواړو چې دا مرسته یوازې دوی ته کفایت نه کوي او نور هم له دوی سره همکاري وکړي. نو د مرستې په اساس مرستې ته به ګورو، که چېرته زیاته سو هغوی ته رسوو او که چېرته کمه وه او هلته تلفات زیات وي، موږ به دغه کار ته لا هم جریان ورکوو. تا فعلا چقدر کمک کردن وطن ما، چقدر پول جمع آوری شده، معلومات داری؟ نو تقریبا تر اوسه پورې هغه دقیق موږ د دې حسابي نه ده کړی، ځکه چې سهار موږ راسو د ماښام تر ناوخته پورې موږ په دغه باندې مصروفه یو، هلته ملګري ستړي او ټول رضاکار ملګري دي او لرې مختلفو ساحو نه راځي. نو غالبا له تقریبا له څلور لکه افغانیو نه شاوخوا تر اوسه پورې جمعارې شوې ده، یعنی دا اټکلن خبره ده. خو موږ دې ته انشاءالله خوشبخته یو چې دوستان او د کابل وګړي همداشان تجاران هم مرسته کوي، که موږ دې کار ته جریان ورکړو انشاءالله د هراتي وګړو لپاره به له دې ادرسونه یو څه د همکاري فنډ جوړل شي. بسیار خوب. احسان صاحب، قصد فکر میکنم که شما هم در هرات هم شخص داریم اینجا، وضعیت از اونها هم آگاه هستین، چی وضعیت اونجا جریان داره؟ چگونه از تابال کمک ها به صورت درست رسیده اونجا نرسیده؟ تر اوسه پورې چې موږ هلته د ملګرو نه یا د خبریالانو نه یا هغه ملګري چې هلته تللي دي او له مختلفو ادرسونو نه مرسته کوي، تر اوسه پورې هغه د تلفاتو په اړه باندې خو موږ تاسې خبر یو چې تلفات بیخي زیات دي.
خو دې ترڅنګ د مرستو د لا ښه مدیریت لپاره تر اوسه پورې تقریبا حکومت هڅه کړې ده چې هلته هغه منظمې کمیټې وټاکي تر څو دغه مرسته دوی ته په نغدي او هغه مالي مرستې چې نور د ژوند ضروریات چې کوم دي هغه تر دوی پورې رسیږي او هغه هلته د حکومتي مسؤلینو د کمیټو په اساس باندې توضیح کېږي. یعنی داسې څوک نشي کولی چې له شخصي ادرس هلته مرسته یوسي او په خپل سر باندې توضیح کړي. هلته د هرات مسؤلین او د کابل د ادارې د رهبري چارواکي موجود دي، هلته د اطلاعات فرهنګ او د ځینې حوادثو د ریاست کسان مسؤول ناست دي، هغوی ته دا مرسته سپارل کېږي، هغوی یې مسؤولو هغه متضررو خلکو ته په ښه مدیریت سره انشاءالله تقسیموي. اگر اجازه باشه بریم از دیگه نمایندگی های هم که از دیگه جای هم که خیمه زدین از جا هم دیدن بکنیم ببینیم یا چطور از مردم ما کمک میکنن و یا خیر. بلکل سمد از مک لکه څنګ چې مخکې یادونه وکړه دیدی تر څنګ دغه سرکنو یو بله چرایی که هم یو صندوق ایښی دی چې هلته هم هغه د خلکو رشکش او راشه درشه زیاته ده، نو هلته هم یو صندوق ایښی دی، هغه پخوا باندې زو هغه هم له نږدې ګورو. بیننده عزیز، پس شما هم بیننده باشین، میریم از دیگه خیمه های هم که در شهر کابل زدن و کمک جمع آوری میکنن، از اونها هم دیدن میکنیم، میبینیم چطور از اونجا هموطنان ما کمک میکنن و یا خیر. شما هم بیننده باشین. دم سر به سر در کوی علمو زلزله شده است، آواره شده است مردم هراتم، بی خانه شده است. احسان صاحب، پیامت به هموطن ها چیست؟ حالا مهم است که هر کس باید پول زیاد داشته باشه که ایجا بیای کمک بکنه و یا نیه، اما هر کس با محل توان خود میتونه ایجا کمک بکنه. له هیوادوالو نه مو په ډېر احترام سره غوښتنه دا ده چې دغه غمیزه د ټولو لوی او مشترک غم ده، دا درد مو مشترک درد ده، له دوی نه مو غوښتنه دا ده، خصوصا تجارانو هغه سرمایدار رونه چې د خپل هیوادوالو لاسنیوی وکړي او په دغه سخت حالت کې له هغوی سره مرسته وکړي. بسیار خوب، بسیار خوب. اینجا هم نمایندگی دیگه تان است، اگر درست شما بگویی که همتان کمک میخواست بیای بکنه بیای کمک بکنه. دغم دی کارتیناو سره کسی بلا چرایی ده، دغم جایی که میاو صندوق لگوالای ده زکر دلتا دی خلق و راش درس زیادی و اکثریت تجاران رونه هم دلتا دکانان و مارکتون لاری، نو دغم هم دو هم ادرس ده چی هوادوال کوالای سلا دی ادرس نپی استفاده بندی هوادوالو سر مرسته وکری. مرکزیش اوجا بوده؟ مرکزی دی کارتیناو سره کسی که ده. خب، بسیار خوب. اینجا مسئولیت چه خودتان دارین و یا مسئول دیگه هم باشین؟ دلته موبایل ملګری ورته کینولی دی چې مسئول هم دلته دی ورته ناست یي او هغه په دغه خدمت کې لګیا وي. بیادر، خوب هستین شما؟ شکر از بخیر باشین، زنده باشین. شکر، سلامت باشین، بخیر باشین. خود یک معرفی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې الفت ژوند دی، یو تن رضاکار ځوان د تعاون خیریه بنسټ. بسیار خوب. احسان صاحب، چند نفر کارمند شما دارین همراه شما بر حال کار میکنن؟ نو فعلا تقریبا موږ په هر خیمه کې له موږ سره څلور پنځه نفره رضاکاران ملګري موجود دي چې هغه په رضاکار ډول باندې د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اتو بجو پورې له موږ سره خدمت کوي. رضاکار خو یې معنا را میته احسان صاحب که یعنی بدون معاش کار میکنه؟ هیڅ ډول معاش، حتی هغه د غرمې ډوډۍ اکثره وخت دلته چې کوم ځای کې چې موږ خیمه لګولې ده، هلته په سیمه کې چې کوم دکانداران دي یا کوم تجاران دي، د غرمې ډوډۍ ترتیب هم هغه ورته برابروي. یعنې تر اوسه پورې یوه افغانۍ هم نه چا ورکړې ده او نه یې ورکولی سو، ځکه دا د خدای رضایي کار ده او دا د موږ مسؤلیت جوړیږي چې همکاري وکړي. بیشک بیشک، خداوند هر شب شما متوابعی برادرای من کمک میکنن، شب روز جا مصروف هستن و بدون کدام ماش بدون کدام از اینه ای که بگیرن. چطور از مردم با چقدر میای کمک میکنه ایجا؟ والا خدای هر سوک تر خپل واسه پوری کمک کی سلا چی 1550 شل هر سوک تر خپل واسه پوری کمک کی خدای ماشاءالله هر سوک خپل دغه کی. بسیار خوب. کدام طبقه قشر اگه بگویم کمک میکنه، آیا فقیرها هم میان کمک میکنن و یا فقط پولدارا میان؟ او والا زیاد دا پلاستیک فروشان دي زیات راځي، دغه پکې ولته پیسې لس روپۍ شل روپۍ وسه کیږي چې خدي بیا خزم زیات راځي خپل پیسې ورته چې خپل در وسه پوری پیسې اچي. پیامت به دیگه هموطنان ما چیست که باید کمک بکنن به زلزله زدگان هرات؟ ورا از به وړي کې پیغام ورکوم دي خلکو ته، پیغام می داده چې په هرات کې زلزله شوی دا خارج مشته ته غیمه، هرات زلزله زپل سره مرسته وکي، همدای وخت دی، ثواب کار دی، هم د هغې دنیا اجر او هم د دې دنیا باغې دنیا. دقیقاً دقیقاً. ما هم پیام هم به هموطن عزیز زمیست اگه ضرور نیست، ما باید پولدار باشیم، ما باید 1000 افغانی 2000 افغانی و زیادتر از او کمک بکنیم. در پی که هم داشتیم و یا هم پول کمی هم که داشتیم ما کمک بکنیم، انشالله یک جایی را میگیره، انشالله یک جایی را میگیره. سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر از شما، بخیر باشین. احسان صاحب،
بر فلان په کوم نمائندګي میرم بخیر زمګ درېم نمائندګي په ارزان قیمت سیمه کې د پرزان قیمت سیمه کې هلته تقریبا زمګ دوه خیمه لګولې دي یعنی یو لنډه ساحه کې دیور سره لدین ورسته مې اراده ده د سیده غدین نن یو تلفات په اساس باندې کچیرته دا تلفات لیگ هم لوړ شي زمګ اراده ده چې په چرخي او دی کابل د سراشاده سیمه کې هم هلته یو دوه خیمه نوري ولګو خو فعلا لپاره زود ارزان قیمت سیمه ته ځکه زموږ یو آدرس هلته هم موجود دی. بیننده عزیز پس شما هم بیننده باشین میریم از نمایندگی ارزان قیمت هم دیدن میکنیم. زلزله شده است آواره شده است مردم هراتم بی خانه شده است. بیننده های عزیز تشکر از اینکه تا این دم گزارش ما را بیننده هستین. ما هم آمدیم در نمایندگی دومشان که در ارزان قیمت چورایی دیو هسته خواستیم از جا هم دیدن بکنیم. یک کار نیک که هسته هیچ بغیر از پول میبینیم که هموطن های ما قالین است و دیگه ظروف خانه است اونا را هم کمک میکنه. همیجا امرای نماینده شما هم صحبت میکنیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم سلام، من نجانده و سیخ بلخه. تشکر، سلامت باشین. اگه اسم مبارک بگوید؟ الهام سهیل، ما در ارزان قیمت در صحیح مسئول در خیریم رستم. بسیار خوب. الهام صاحب چطور است؟ کمک های مردم چطور است؟ چطور استقبال میکنه مردم؟ کمک میکنه و یا خیر؟ خودی خلقو که احساس داده حتی منگه دست خلق دلتا لرو چه خپلا اردی محتاج دی مگم بیام رازی قاغذونه پلاستیکونه طوله دلتا مرسته که دیر به احساس خلق دی من نورزنی که انشالله خروانی و دا دری ورزی دلتا یوننم روسته ورز دا خلق مرسته که کوری ودان. بسیار خوب، بسیار خوب. ما میبینیم بغیر از پول هم وطنه ما یک از ظروف هم هست، قالین هم هست، اینا رو هم کمک کردن اینجا. هو د بغیر د مالی مرستې موږ نورې مرستې ټوله و چې تاسو شاهدان یاست دلته ډېرې مرستې شوي دي. سهار هم یو مور 500 جوړه جامې راوستې نو د کور ټول لوازم چې دی خلک راوړي کومک کوي او موږ هم په ورین تندي اخلو تر وطنوالو به شفاف رسو. تشکر، سلامت باشین، خداوند شما را هم خیر بده. پیامت به هموطن ما چیسته که بیاین کمک بکنن؟ آیا او اشخاص که فقط تجار است و پول زیاد داره کمک میکنن و یا هر کس میتونه بیاید کمک بکنه و دست برادر خود بگیره؟ من گفت هستی دا هرات و دا پکتیا و طول چه ده یو اتنیو یو تنو یو وینیو انشالله طول سره به کمک کنه. دا تجاران نمیهیل و پیغام میورتداده چه سخ وقت که دا خپل وطنوال لاسو نیسی سره دی چې هغه د سرمایدار نه ده از موږ ستاسې غریبه طبقه چې ده دا ډېر احساس لري ډېره مرسته کوي خو هغوی څخه هم هیله کوم چې خپله اسلامي او وطني وجیبه ادا کړي او مرسته وکړي د وطنوالو سره. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. آقای صاحب سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما زنده باشین، سلامت باشین. میری تلویزیون زنده باشه، تماما همکاران میری تلویزیون زنده باشه. ما از تماما افغانا خواهش میکنیم تماما افغانا که به مردم آسیب دیده ایران زلزله زده به کمک کنن، هر چی که واشاد میشه تا یا قاشق یا گیلاس یا کمپل کمک کنن. ما هم در کمک مردم ایران هستیم، کل افغانا یکی به دیگه برادر هستیم، یکی به همکار هستیم. زکه پیغمبر خدا میفرمایه که شما یکی به دیگه همکار باشی و کمک کنی. ما از تماما افغانا خود خواهش مندیم به صورت امکان که هر چی واسش میشه به مردم زلزله زده ایران کمک کنن. و سلام احترام تشکر از تلویزیون ملی که ما را دعوت دادن ما به مردم افغانا یگان پیام رساندیم. سلامت باشید، زنده باشید. تو زود خدافیزی نکنید صاحب، یعنی مسی بیا که چهره مبارک تام کل هموطنای ما ببینه. خودت وقت خبر شد که در هرات زلزله شده واقعا من های سگوان چی احساس کردی و چقدر جگر خون شد؟ بسیار یا جگر خون شد. مثل فامیل خود واری، مثل فامیل خود واری. فامیل ما که کدام تا میمره ما با فامیل خود خفه میش با مردم هرات هم همچون خفستم. بسیار زیاد با مریضاش شفای کاملا او کسی که با حق رسیده با شهادت یا با شمول 4000 نفر که ما در رادیو شنیدیم از طریق وار الله پاک جنت پردوز نصیب کنه او زخمیاش او شفای کاملا عاجل شفا برشان می خواهیم. سلامت باشین، زنده باشین. چطور است؟ چطور میبینی استقبال مردم؟ میبینیم که ایجام پول جمعواری میکنه در سر تا سر افغانستان، کمک ها جمعواری میشه و امارت اسلامی تا حد توان که داره کمک میکنه و رسیدگی میکنه به مردم هرات. ما از امارت اسلامی جان سپاس تشکری میکنیم، از فرد فرد امارت اسلامی تشکری میکنیم که خیمه را برپا کرده و به مردم هرات کمک جمعواری میکنه. از فرد فرد امارت اسلامی جان سپاس تشکری میکنیم.
سلامت باشین، زنده باشین. ما وقت تان زیاد نمیگیریم. ما ایسو کدام پیام دارین به بزرگای امارت اسلامی بهمتانایتان؟ بفرمایید کمبی تلویزیون ملی در خدمت است. ما میگم که فرد فرد امارت اسلامی ما در خبرها میشنیم که مگر از وزیر سیب رفته، رئیس سیب رفته، ملا سیب رفته، رفته دیگه بزرگای امارت اسلامی کل شموی شو روز دکار و خدمت مردم ایراد مصروف هستن. از وا جان سپاس میکنیم، تشکری میکنیم، یک جان از کل افغانان ممنون میکنیم، خاص کر از فرد فرد اسلامی از خرد تا بزرگ ما احترام برشان تقدیم میکنیم و سلام احترام با امیر المومنین صاحب و تماما کارکنان امارت اسلامی تقدیم میکنیم که در این مورد بسیار کوشا باشن و به با مردم زلزله زپه خود از هر جان که میشه موسات خارجی را جلب کنن که به این مردم کمک شود. وعلیکم السلام، تاسو جوړ یاست؟ بخیر؟ شکر، سلامت باشین، بخیر باشین. خود یک معرفي وکړئ. زه سردار عزیزی د خوست ولایت اوسیدونکو، د خوست ولایت په بګرمیو دوستمه نه هک ژوند کوم. بسیار خوب، طبعا خودت هم کومک کردی به زلزله زدگان هرات، حتما از هرات خبر داره که چی وضعیت جریان داره اوجا. چی احساس داشتی وقت خبر شدی که زلزله شد و بسیار خسارات انگفت رسانده به هرات؟ ولا که احتیاط وایم، زه د 54 کلو یم، ما تر اوسه سی خوشی په افغانستان کې نه دلیدلې، او ټول اتمان، ټول کونډې، ټول غریبان یاستو. زه چې کله د زلزلې نه خبر شوم، باور وکه چې ما د ډیپریشن ګولۍ خورم او ګیز مې هم خوړل دي. د اوس هم ډاکټر ته تللی وم، پوه شوې؟ ځکه زه خپله داسې احساس کوم چې کاشکې مو سره ډېرې پیسې سره وه، ډېرې پیسې سره وه، او مو خپل کومک خپله په لوس وړله وه، حیرتیون ته مې ویر کړې وه. ځکه دا ډېره دردونکې خبره ده چې یو فامیل مکمل غړی د لوسه ویر کوي او افغانستان یې ګوري او بې وسه خلک یو. زما ټول افغانان ورونو ته دا هغه خواهش ده که هغه ډونران دي، که هغه پیسه داران دي، که هغه د کراچي ولا هم دي، باید د خپل وس مطابق کومک وکړي. دقیقاً چطو به در خود امارت اسلامی را چگونه ارزیابی کردی که پسر وقت رسید اوجا و برزونا رسیدگی کرده؟ دا دولت مسئولیت ده، باید هر څوک لکه دولت خپل مسئولیت لري. زه خپل مسئولیت یو پر دیم، خپل مسئولیت لرم، دولت خپل مسئولیت لري. د وظیفه دا باید ورسیږي، د رسیدگی باید وکړي، او په څنګه باید موږ کومک وکړو. و چگونه بده که چگونه میبینی استقبال مردم او چقدر کومک میکنه؟ ډیر کومک، دومره کومک کی چې زه پرون په کرتنو کې وم، چې په داسې سندک باندې حتی چې مو داسې یو غریب ماشوم ولدو چې پلاشي وو او لسګونه یې روچولو، پوه شوې؟ که نه م زما د سترګو نه اوښکې لاړې. مو چې کاشکې د افغانستان یو داسې یو هیواد وګرځي چې نړۍ سره کومک وکړي، او باید دغه ټول په افغانانو تړاو لري، نه خارجانو سي. که خارجانو موږ تر دوله تقریبا څه کم 50 کاله وشول چې موږ ګدایګر یو، دار په دار ګرځو، پوه شوې؟ خصوصا ستاسو رکازبانان، نو زموږ ډېره هیله دغه ده چې باید خپل وجدان ته معلومات نشي، ځکه موږ ډېر مشران ولیدل چې وجدان ته معلومات دي او ټول یې پېژني. او دا هغه نوي ځوانان چې پرېږي نه، باید خارج ته لاړ شي. دا وطن کې که مرو مړه دې شو او که ابادوو، یا باید آباد یې کړو. اوس ښه فرصت ده د آبادولو، او اوس باید څنګ په څنګ دولت سره ټول خلک ودرېږي، او دولت باید د دې فرصت نه ګټه واخلي، هم د ځوانانو نه ګټه واخلي، هم د سپینګیرو نه ګټه واخلي، هم د ماشومانو نه ګټه واخلي، هم د زنانو نه ګټه واخلي، ځکه دغه فرصت ده. که دا فرصت موږ د لاسه ورکړو، بیا لاړو. بسیار خوب، بسیار خوب. پیام د اخیر به هموطنانو که د هرات هستن، بر زونا چیز، به مردم افغانستان چیز ده؟ د هرات شهیدان ته د الله جل جلاله جنتونه ورکړي، او کورنۍ ته د الله د زړه صبر ورکړي، او افغانانو ورونو ته مې دا پیغام ده چې په هر حالت کې د هرتون سره باید کومک وکشي. په هر حالت کې خیر دی، واورز دا یو ټیم د ډوډۍ ونه خور، دغه ټیم ډوډۍ ده د بکس ته وچوي. سلامت باشین، تشکر، بخیر باشین، قربان باشین، بخیر باشین، شکر، بخیر باشین. اسم مبارک؟ رحمت الله. رحمت الله عزیز، به چی کومک کردی؟ خبر داری که به چی کومک میکنی؟ جا چی؟ به خاطر هرات، از خاطر زلزله. زلزله زدگان هرات. از این خبر داری که مثل خودت واره همه موجه بچه اکا هستم، سند سال خودت خانه اکایشان چپه شده، خودت چی احساس داشتی و چی گفتنی داری برای زنا؟ برزای گفتنی دارم که باید می درسه خود بخوانن و بزده. از خودتان تشکری میکنیم از این که آمدی کمک کردی.
د ایجا بازل زلزلگان هرات ایره به کی پیسره از خودت بوده که هایانی پدر جان داده بود گفته بود کمک کو پدر جانم دارم پدر جانم داده بود سلامت باشی بخیر باشی زنده باشی بیننده عزیز دیدیم که این برادر کوچک ما هم این احساس داشت و کمک کرد به برادرای خود به هرات نامه کرد نصیر احمد نصیر احمد عزیز چقدر کمک کرد ده افغانی این ده افغانی را از برادر جان گرفته بود یا پدر جان از پدر جانم از پدر جان به خاطر کمک داده بود و یا پیسه جیب خرچی خودت آمدی کمک کردی جا پیسه خورم بود خواه مرد من داختم گفتم باش به برادرم کمک شود سلامت باشی زنده باشی کدام پیام داری و یا کدام گفتنی داری بفرما تلویزیون کمره تلویزیون ملی در خدمت هست پیام می دارم که به این تلویزیون ما کمک شود که بتانن تا پس زندگی خود را جور کنن سلامت باشی خودت وقتی که در تلویزیون ها دیدی که در هرات همچه زلزله شده و بسیاری از خانه خراب شده چی احساس کردی؟ چه قسم احساس به خودت رخ داد؟ می خواستیم کمک کنیم خوال دست خوال ما بنونی باشه و دیگه ما می خواهیم از امارت اسلامی که باشن کمک ایجاد کنن تارم و کسایی که در زیر خاک مانده باش بس بکشن از زیر خاک و خودش خود پیدا کنن او دیگه باشن کمک کنن تا کسیش که باقی مانده او نمی از پیسه استفاده کنن و بتانن دیگه زندگی خود را جور کنن سلامت باشی زنده باشی همین که کمک کوچک هرام کردی کلان گپ است برزونا تشکر سلامت باشی خدا. سلام خوب هستی؟ جور بخیر هستی نامت چیستا؟ منصور منصور جان خودت چی کار میکنی؟ خلطی خرسون خلطه مفروشی خود خلطه رو روز چقدر کار میکنی که آمدی جا به هموطنهایت هم کمک کردی؟ خب زخپل خلطی خرسون لسر پیم ما چوال دیهر از زندر دیر سلامت باشی بخیر باشی پدر جان دیگه کسام در فامیل کار میکنه؟ او چی کار میکنه اونا؟ زرنج چلی زرنج میچلانه سلامت باشی تشکر بخیر باشی زنده باشی بینید عزیز میبینیم که هموطنان ما وجود از اینکه هم خودشان از اقتصاد خوب برخوردار نیستن پلاستیک میفروشن و یا دست فروشی میکنن با وجود از او هم میاین کمک میکنن به برادرای خود در هرات و ما هم گزارش خانمی جا پایان میرسانیم تشکری میکنیم از دولت امارت اسلامی که واقعا به سر وقت رسیدگی کردک به مردم عزیز هرات و تشکری میکنیم از هموطنان ما که کمک میکنن ده همچو حالات برادرای خدا ما هم گزارش به پایان میرسیم خدا کنه که از گزارش خوشتون اومده باشه تا گزارش های بعد که باز هم ما شبیر احمد محمدی در خدمت شما ایزان قرار میگیرم شما را به لای پاک میسپارم خدا یار و نگهدارتان